مرزهای گلابی کشور به اصطلاح ایران با قرائت یک شعر توسط رئیس جمهور محترم ترکیه جناب رجب طیب اردوغان به هم ریخت. دیروز در جشن پیروزی آذربایجان در باکو شعری توسط رئیس جمهور محترم ترکیه جناب رجب طیب اردوغان قرائت شد که شعر بسیار مشهور در آذربایجان هست و در تمامی محافل و مجالس معمولا خونده میشه. سال هاست از جدایی آذربایجان و از اراس، رود اراس که در واقع به عنوان سلاحی در دست اشغالگران روس و فارس شده و آذربایجان رو به دو قسمت کرده، بخش شمالی تحت اشغال روس ها و بخش جنوبی تحت اشغال فارس ها بود که الان البته بخش شمالی هم مستقل شده. شکایت میکنه این شعر از این جدایی که به زور جدا کردن و همین آرازی که روی پرچم ما میبینید در پشت بنده، این پرچم آذربایجان، این آراز، این مرز گلابی که توسط روس و فارس آذربایجان رو به دو بخش جدا کرده، در واقع پرچم رو هم به دو بخش کرده، ملت رو هم به دو بخش تقسیم کرده، از هم جدا کرده و ما این رو در واقع روی پرچممون گذاشتیم، پرچم آذربایجان، که در واقع این مرز گلابی رو برداریم و پرچم و ملت و دولت یکی بشه و آذربایجان واحد برقرار بشه. این از زمان تجزیه آذربایجان توسط روس و فارس در واقع چی بود؟ زمان تقسیم آذربایجان ورد زبان و خواست قلبی تمامی آذربایجان ها بود. مطمئنن دیگر ملل تحت اشغال ایران هم همین وضعیت رو دارن. عرب ها در آن سوی خود دولت هایی دارن، بلوچ ها، ترکمن ها، یعنی هر ملتی که تحت اشغال ایران هست در واقع در آن سوی مرزهای گلابی که به اونها تحمیل شده دولت هایی دارن که روزی با اونها متحد خواهند شد و این روز آنچنان هم دور نیست، این دولت ها تشکیل خواهند شد، دولت واحد. همون آرزویی که ما آذربایجانی ها داریم، بلوچ ها هم دارن، عرب ها هم دارن، ترکمن ها هم دارن، کرد ها هم دارن، همه دارن و روزی این محقق خواهد شد و اون روز فرا خواهد رسید. اشغالگران فارس امروز در مقابل دنیا شاخشونه می کشن، برای آمریکا تهدید می فرستن، برای اسرائیل می خواهد از روی زمین پاک بکنن، برای کشورهای عربی مرتبا تهدید می کنن که نابودتون می کنیم، برای ترکا، همه در مقابل یک شعر زمینگیر شدن، فلج شدن، به وحشت افتادن. این است ببر کاغذی ایران، حقیقتا یک ببر کاغذی، هیچ چیزی پشتش نیست. با یک شعر فرو میریزه، با یک شعر پریشان میشه، با یک شعر ورشکسته میشه، با یک شعر بحران سیاسی ایجاد میشه. و خب قطعا همین وضعیت با ملت عرب و بلوچ و غیره هم همین هست. یقینا اگر مثلا در عراق یا عربستان یا هر کشور عربی یک مجلسی یا رئیس جمهوری یا ملکی شعری از احفاظ بخونه، ایران رو به وحشت خواهد انداخت. چرا؟ چون خب چیزی که مرزهای گلابی به دروغ با زور ساخته شده، خب طبیعتاً با به صحنه آمدن حقایق چی میشه؟ این دروغ‌ها فاش میشه و فرو میرسه، از بین میره، مرزها از بین میره. اونهایی که ادعا میکردن ایران اینچنان قوی هست، فردا شاهد خواهیم بود که در مقابل این قیام ملل به همون کشورهایی که امروز تهدید میکنن برای اسرائیل و آمریکا پناهنده خواهند شد، همین خامنه ای ها، همین سپاه، همین اطلاعات، همین در واقع
کسانی که امروز در سیاست هستن و ملل غیر فارس سرکوب میکنن و شعار علیه اسرائیل میدن، فردا برای افغانستان پناهنده خواهند شد، برای همین افغانی هایی که امروز میکشن اونها رو در آب غرق میکنن، پناهنده رو اینقدر تحقیر و توهین میکنن، برای افغانستان پناهنده خواهند شد خودشان. کشوری که با یک شعر میلرزه و پایه هایش فرو میریزه باید نابود بشه، باید از بین بره. شما با این وضعیت به دنیا هم میخواید شاخشون رو میکشید، از تاریخ و امپراتوری صحبت میکنید. کدوم امپراتوری؟ کدوم دولت؟ شما اصلا دولت نداشتید، شما اصلا تاریخ نداشتید. اینا هم برای شما یهودی ها ساختن، امروز برای علیهشون این همه فوش میدید. اونها ساختن این تاریخ رو برای شما. خب بری 80 سال پیش، هم تمام اینا 80 سال پیش شده، از اون بیشتر نیست. یک دونه کتاب پیدا بکنید که از امپراتوری فارس مثلا قبل از 80 سال اشاره بکنه، وجود نداره. حالا اگه هم اصلا باشه، فرض بکنید مثلا اصلا هم باشه، شما این هستید، با یک شعر اصلا فرو می‌ریزید و ما پوزه شما رو به خاک خواهیم مالید و از سرزمین‌هایمون بیرون خواهیم کرد. ما ترک های آذربایجان با متحدان عرب، بلوچ و ترکمن و لور و گیلک و کرد و همه که تحت اشغال شما هستند و از تمامی حقوق ملی و سرزمینی خود محروم شدند، با اونها متحد میشیم، متحد هستیم، متحدان رو مبارزه میکنیم و شما رو از سرزمین هامون بیرون خواهیم راند. این فقط یک شعر است، وای به روزی که مشت آهنین ملت بس دهن شما کوفته بشه، اون موقع قطعاً به افغانستان و اسرائیل و به کشورهای همسایه که امروز فوش میدید به اونها پناهنده خواهید شد. راهی ندارید. شما امروز با یک شعر بلرز افتادید، با دیدن مشت این ملت قطعاً فرار خواهید کرد. ما اینو میدونیم، مطمئن هستیم. ما از این فرصت برای ملل تحت اشغال میخوایم در واقع این پیغام رو بدیم که این رژیم اشغالگر برعکس اون ادعاهای که خودش رو میخواد قوی نشون بده، قدرتمند نشون بده، اینقدر ضعیف است، اینقدر شکننده است، اینقدر عاجز هستش که در مقابل یک شعر به هم میخوره. پس به پا خیزیم، متحد بشیم و رژیم اشغالگر فارس را از سرزمین هایمون بیرون رانده و دولت های خودمون رو تشکیل بدیم. درود بر مبارزان ملل غیر فارس بر علیه اشغالگران فارس و با آرزوی رهایی تمامی ملل از بند اشغال ایران فارس.